خب چه یاد گرفتیم میتونیم چکار کنیم بین دو تا کوتیشن مارک این اون جمله رو چکار کنیم جستجو کنیم همین جمله که مارک توان من اولش آوردم دروغ میتواند نیست دنیا رو زیر پاش بگذارد در حالی که دارد کفش را پا میکند خب من میتونم چکار کنم اینو به انگلیسی تبدیل کنم انگلیسی چون این جمله انگلیسیه و انگلیسی شو چون... حالا دیکشنری انگلیسی دقت کنید چه جمله‌ای رو دقیقاً چیکار کنیم سرچ کنیم و پیدا کنیم واقعا ای رو ایشون گفته یا... خب همون که دیدیم این جمله فارسی بود من میخوام اینو به انگلیسی تبدیل کنم ببینم که چطوری میتونم از فارسی به انگلیسی یه سایت هست ترنسلیت مال گوگله. ترنسلیت دات گوگل ترنسلیت حالا دات, کام دات کانادا و جاهای مختلف فهم میکنه شما دات کام رو بنویسید فرقی نمی کنه اینجا چیکار کنید انتخاب کنید پرژین ببینید زبان های مختلف عربی فرانسوی انگلیسی هر زبانی باشه فرقی نمی کنه شما آموزش خیلی ساده دارید میبینید یه چیکار کنید فارسی انتخاب کنید و بگید که میخوام به انگلیسی یا به عربی و هر زبانی که دوست دارید سرچ کنید و اون جمله رو چیکار کنید اونجا الساق کنید ببینید جملهش آورد خب دروغ میتواند نصف دنیا را دقیقاً همون نوشته با حالا شاید شاید دیکتاتور یه ذره میتونید تغییر کم, کم و زیاد کنید و اینو از اینجا چیه کپی میکنید هر این جمله رو و حالا میرم چیکار کنم توی خود گوگل این جمله رو چیکار کنم به انگلیسی میزنم ببینم واقعا وجود داره یا نه خوب دقت کنید ببینید اون کلمه‌ای که دیکشنری دقیق نیست من زدم خب اینجا ببینید کلمات شبیه اون رو پیدا کرد خب بعد خودش داره کمک میکنه هو سد. چه کسی واقعا این جمله رو گفته آیا ماکتوان گفته یا کسای اخبارایی مختلفی که وجود داره خب ببینید دا اینجا دات واز میگه که دقیقا این خ... یه, جای دیگه میگه میگه دقیقاً این ایشون نگفته حالا چی گفته چه کسی گفته رو بررسی میکنیم خب بس یاد گرفتیم که میتونیم چیکار کنیم این جمله رو چیکار کنیم اینجا سرچ کنیم جالبه یکی از این سایت هایی که در رابطه با این هست باز میکنم که میدونم چه اطلاعاتی داره نگاه کنید این سایت ببین چی میگه میگه دقیقا این جمله رو کی گفته مارک توان گفته یه بار میگن که جاناتان سویت گفته یه بار میگن توماس فرانکلین گفته یه بار میگن فیشر گفته اینها خب این دو... بعد دیکته میکنه برای شما مینویسه که تراول گو نمیدونم چمپل هر چی که هستش و دقیقا پیدا میکنه و براتون اگه بشینید بخونید میگه که این جمله اصلا قبل از تولد این آقا گفته شده چطوری میتونه متعلق به با این باشه و با سند و مدرک ثابت میکنه که این جای دیگه اومده و از اون وقتی به مارک توان نیست ولی همه الان توی خود اینترنت جاهای مختلف به ایشون چیکار می‌کنه بس شما میتونید سندیت یه خبرو چکار کنید اینطوری پیدا کنید اما یه نکته در مورد گوگل ترنسلیشن بگم به خود دقت کنید شما توی گوگل ترنسلیشن خیلی به دردتون میخوره اولا هر زبانی که خاصی میتونید انتخاب کنید و تبدیل کنید مثلا فارسی به انگلیسی به انگلیسی, به انگلیسی ترجمه انگلیسی به فارسی اسپانیایی عربی هرچی هستش سونیان شما میتونید با زدن بلندگو چیکار کنید صداتون رو ضبط کنید این کلمه رو دیکتهشو تایپ کنه و براتون ترجمه کنه بعد تجربه که هستش خواستید ببرید توی ورد و پاورپوینت اینا کپی کنید و یا شیر کنید توی تلگرام و جاهای مختلف اینا هستش و یا اینو بزنید چیکار کنید ادیت ویرایش کنید حالا هرچی هستش و همچنین قسمت داکیومنت اگر شما بزنید داکیومنت شما میتونید برید یه سند پی دی اف ورد پاورپوینت حالا هرچی هست اونو بدید براتون ترجمه کنه و خوب دقت کنید شما بس میتونید ارزم بزرگ شما که کلمه حتی سه وبسایت کل وبسایتی رو چکار کنید به سایتی که دارید نگاه کنید فرض کنید من این خبر فارسی سایت ایرانیه میخوام به انگلیسی ببینم کل سایت رو روش کلیک راست میکنم و ترنسلیت تو انگلیش رو میزنم وقتی من ترنسلیت تو انگلیش میزنم ببینید این خبر این صفحه چکار میکنه تمام مطالبش به انگلیسی حالا نه کامل دقیق چیزای مختلف و برعکسم میتونم چکار کنم و برعکسم هم دقت کنید میتونم از این بالا بیام این سه نقطه بزنم و چوز انادر لنگویج به زبان دیگه ای انتخاب کنم بیا بگم که اینو تبدیل کنم مثلا به فرض کنید به زبان عربی و ترنسلیت و ترنسلیت رو بزنم و اینو به زبان عربی بس یاد بگیرید گوگل ترنسلیت برای آموزش زبانتون هم خوبه اگر میخواهید چیکار کنید استفاده کنید خب دقیقاً اگر وارد صفحه دیگه از این بشم چیکار میکنه همون فارسی رو میاره و اگر دوباره خواستم چیکار میکنم یا از این سه نقطه تبدیل انجام میدم یا از اینجا کلیک راست و این قسمت رو میزنم و به عربی تبدیل میکنم نه اگر نخواستم به عربی به زبان دیگه مثل انگلیسی خواستم چیکار میکنم میام تو انادر لنگویج میزنم میام انگلیسی میزنم و ترنسلیت به زبان انگلیسی بس شما میتونید کل یک صفحه رو چیکار کنید ترجمه کنید اگر توی خبرهایی که فکر میکنید لازم دارید به انگلیسی بدونید و زبان زبان های مختلف و برای آموزش زبان هم خوبه و خوب دقت کنید من الان یه خبر دیگه رو میزنم خب شما میتونید با نصب کردن اکستنشن اکستنشن یه برنامه‌ای که به کروم اضافه میشه ترنسلیت یعنی کافی بنویسید دیکشنری ترنسلیت این اینی که اینجا هست می‌بینید چی هستش این اکستنشن چیکار کنید اضافه کنید به گوگلتون خوب دقت کنید این اکستنشنی که این بالا می‌بینید من اضافه کردم توی گوگل کروم شما می‌تونید بنویسید توی قسمت اکستنشنش یه دیکشنری سرچ کنید و اکستنشن گوگل ترنسلیشن اضافه وقتی اضافه کنید حتی روی کلمه کلیک می‌کنید مثلا این کلمه دابل کلیک می‌بینید می‌تونم کنم و تلفظش لای دروغ دروغ گفتن فلان و حتی جمله کل این جمله رو کنم. و رها این که من این بالا اضافه کردم. کافی روی بزنم و ترجمه اینو و حتی تلفظ اینو پیدا میکنه ترجمه رو پیدا میکنه بعد شما انواع ببینید من چند دیکشنری مختلف برای کارهای خودم اضافه کردم انگلیسی به انگلیسی هست از بعضی شما که برای اصطلاحات نه هستش و همچنین اینم هم که اکستنشنی که برای گوگل ترنسلیشنه و خب همونطوری که ببینید از تلفظ دارید و حتی از اینجا میبینید اکستنشن آپشنز میتونید بزنید تغییر سری تنظیمات انجام بدید و اینجا اگر مو رو بزنم هم برنامه که به شما یاد دادم ترنسلیت گوگل کامو باز میکنه و در مورد این کلمه لای که اینجا بود انواع معانی و اصطلاحات و اطلاعات زیادی رو میده پس اینم یه لازم شد که بدونید چون اینا لازم میشه که بعضی موقع ما اطلاعات نمیگیریم که متوجه میشیم ترجمه شده انگلیسیه و این امکاناتو بس یه مقدار با این گوگل ترنسلیشن کار بکنید ور برید و وقت بذارید هم برای آموزش زبانتون خوبه هم برای اخبار اطلاعات که میبینید خب یه مقدار از کارامون دور شدیم پس خوب دقت کنید من اومدم این جمله رو کامل جستجو کردم یا اومدم یه سری کلماتو زدم مثل مارک توان لای تروس و شوز و این جمله رو پیدا کردم و سایتی که این سایتی که دیدید و این اطلاعاتو گفت که دروغ اصلا همچین چیزی رو ایشون نگفته ولی جمله خوبیه چرا ما باید بگیم که دکتر شریعتی بگیم که من اعتقاد دارم یا از یک نفر گفتن یک همشری گفته است چرا باید دروغ بنویسیم ببینید وقتی من میفهمم دروغه و این مربوط به دکتر شریعتی نیست با اینکه جمله قشنگیه چیکار میکنم حس بدی پیدا میکنم اون حسو نخواهیم داشت و سعی کنیم صادق باشیم